سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در جلسه قبلی ما به دستور لاین پرداختیم. دستور لاین رو با استفاده از L یعنی مخففش فعال می‌کردیم و یه نقطه ابتدایی و یه نقطه انتهایی رو توی صفحه ترسیم انتخاب می‌کردیم و اینتر رو می‌زدیم و خط ترسیم می‌شد. در جلسه قبلی ما به صورت یک پیش‌زمینه در مورد مختصات‌ها صحبت کردیم، یعنی رسم با مختصات مطلق، مختصات نسبی و مختصات قطبی، که اگر بخوام به صورت کامل برای شما توضیح بدم، توی نرم افزار اتوکد ما میتونیم خطوط رو بر اساس این مواردی که بهتون گفتم ترسیم بکنیم. توی مختصات مطلق ما میایم تمامی نقاط ابتدایی و انتهایی خطوط رو نسبت به مبدأ در نظر میگیریم و ترسیم میکنیم که به عنوان یه ایکس و ایگرگی میدادیم به نرم افزار و اون نقطه رو در نظر میگرفت و خط ترسیم میشد، حالا چه نقطه ابتدایی خط چه نقطه انتهایی خط. توی مختصات نسبی نسبت به آخرین نقطه رسم میکردیم و برای انجام این دستور دستور ال رو فعال میکردیم، ادساین رو میزدیم و نقطه ایکس و ایگرگ نقطه ابتدایی رو یا انتهایی رو میزدیم. توی مختصات قطبی ما ممکنه نقطه نداشته باشیم، یعنی مختصات نقطه نداشته باشیم و اون خطمون فقط یه نقطه ابتدایی داشته باشه و یه زاویه‌ای و یک طولی، یه مقدار طولی داشته باشه، که بر اساس اینو خط ما میایم ادساین میزنیم مقدار طول خط و علامت زاویه و مقدار زاویه، که اگر دقت بکنین زاویه‌ای که در نظر میگیره به صورت دیفالت نرم افزار به نسبت به مثبت محور ایکس ها در نظر میگیره و زاویه رو اندازه گیری میکنه، که اگر بخوایم طبق اون بگیم زاویه که مد نظرمون قرار میگیره بین 180 و منفی 180 میتونیم زاویه رو وارد بکنیم. البته این رو بگم که چون مختصات مطلق نسبت به مبدأ باید چه نقطه ابتدایی چه نقطه انتهایی رو در نظر میگرفتیم، از ورژن 2007 به بعد منسوخ شد و کلن دیگه نسبت به مبدأ در نظر نمیگیره. مختصات نسبی الان تمام ترسیمات ما بر اساس مختصات نسبی انجام میشه، که در واقع ما نقطه اولی رو که رسم میکنیم، نقطه بعدی که واسه خط بخوایم رسم بکنیم نسبت به نقطه قبلی رسم میشه، که دیگه ادساین هم حذف شده و ما نقطه X و Y رو فقط وارد میکنیم، دیگه نمیخواد ادساین رو اول ابتدا وارد بکنیم. هم مختصات قطبی هم که خودش وجود داره، پس فقط تغییراتی که ایجاد شده تمام ترسیمات بر اساس مختصات نسبیه که در قالب یک مثال من برای شما توضیح میدم. در واقع من میخوام یک مستطیلی رسم بکنم با استفاده از مختصات نسبی. یک مثالی دارم که هر کدوم از این نقاطی که هستش نسبت به مبدأ و نسبت به نقطه قبلیش نیست. من اگر بخوام این مستطیل رو رسم بکنم دستور L رو فعال میکنم. خب گفته که اولین نقطه رو وارد کنیم. اولین نقطه ما چون ما نقطه در واقع ترسیماتمون رو داریم بر اساس مختصات نسبی رسم میکنیم، در واقع میگه که نسبت به آخرین نقطه، ما آخرین نقطه ای نداریم. برای این کار ما فرض میکنه خود نرم افزار که آخرین نقطه ما نقطه مبدأ هست، یعنی 0 و 0. پس من این نقطه رو برای مثال من از این نقطه شروع میکنم، نقطه 60 و 110. نقطه 60 و 110 نسبت به مبدأ همون 60 و 110. پس
برای وارد کردنش میزنم 60 و 110 اینتر و این نقطه انتخاب شد. نقطه بعدی 260 و 110. میبینیم که 110 ثابته. در واقع این نقطه نسبت به نقطه قبلی فقط 200 ایکسش رفته جلو و ایگرگ ثابته. 200 و 0. اینتر رو میزنم و خط ترسیم میشه. نقطه بعدی 260 و 240. دقت کنین ایکس ثابته و ایگرگش حدود 130 تا رفته جلو. که اگر در نظر بگیریم میگیم 0 و 130 تا ایگرگش رفته بالا. به سمت بالا میشه مثبت. در اینجا ایگرگش ثابت هست و حدود منفی 200 اومده به سمت منفی ایکس ها. که اگر بخوایم ترسیم بکنیم میشه منفی 200 و 0. اینتر رو میزنم. من میتونم اینو رسم اینو در واقع آخرین ضلع مستطیل رو وصل بکنم. ولی من با استفاده از خود دستور مختصات نسبی انجام میدم که در واقع 60 ثابته، ایکس های ثابته و ایگرگش حدود منفی 130 تا اومده پایین. پس 0 و منفی 130. اینتر رو میزنم. ببینید که قشنگ منطبق شد بر اون نقطه و اینتر رو میزنم که از دستور خارج بشه. در واقع ما این مستطیل رو با استفاده از مختصات نسبی رسم کردیم. حالا در واقع ما میریم سراغ مختصات قطبی که ما خطمون دارای یه طولی هست و دارای یک زاویه‌ای. ما میتونیم دستور ال رو دوباره فعال بکنیم. میتونیم هر جای این صفحه و فضای اتوکد یه نقطه رو در نظر بگیم. من یک مثالی دارم. خب این مثلث رو میخوام ترسیم بکنم. در واقع یک سری از خطوط داره یک زاویه مشخصی هستن که با استفاده از این زاویه ما باید ترسیمات رو انجام بدیم و مقدار طولشون هم مشخصه. اولین نقطه رو خود تمرین به ما گفته که ایکسش رو 400 بگید و ایگرگش رو 100. پس ما میگیم که اولین نقطه‌مون ایکسش 400 و ایگرگش 100. اینتر رو میزنم و این نقطه مشخص میشه. نقطه بعدی، یعنی خط بعدی که من میخوام رسم بکنم، این خط هستش. این خط رو مقدار طولش 100 هستش و زاویهش نسبت به محور x 0. پس طبق اون دستوری که داریم @sign مقدار علامت زاویه و خود زاویه. اینتر. میبینید که ترسیم شد. زاویه بعدی یک زاویه‌ای هست، یعنی این خط خودش 100، این در واقع مثلث متساوی الاضلاع هستش. این زاویه 60، زاویه داخلی، زاویه خارجیش میشه 120. پس من این خطوط رو با استفاده از زاویه @sign مقدار 100 علامت زاویه و 120. اینتر رو میزنم و ترسیم انجام میشه. من میتونم به این وصل بکنم ولی با استفاده از زاویه که برای شما جا بیفته انجام میدم. اگر این رو خط افق در نظر بگیرید، در واقع منفی 120 این خط جابجا شده. یعنی در واقع ما نمیتونیم بیایم از این ور بگیریم، در واقع بگیم 180 با یه 60 درجه. در واقع باید بگیم که از این سمت 120 جابجا شده. که من اگر بخوام بگم @sign 100 مقدارشه علامت زاویه و مقدار زاویه که میشه منفی 120 و اگر دقت کرده باشین منطبق شد. اینتر رو میزنم که از دستور خارج بشه. برای اینکه بدونم این
زاویم درسته یه اندازه میگیرم که برای آموزش رو خواهم گفت. میبینید که 60 درجه و طولش هم قطعاً 100 خواهد بود. پس ما با نحوه رسم خطوط با استفاده از مختصات قطبی و مختصات نسبی آشنا شدیم و میدونیم که چجوری باید ترسیمات رو انجام بدیم. یعنی در واقع مختصات به ما خیلی کمک میکنه در خصوص ترسیمات توی پلان. البته اگر شما یکم دستتون سریع تر باشه، به دستورها بیشتر مسلط باشین، قطعا سرعتتون هم بالاتر میره. یه نکته ای که خواستم بگم و جا نیفته این هستش که من دستور ال رو فعال بکنم. برای مثال من میخوام این خط فقط عمودی و افقی رسم بشه. خب اگه بخوام افقی رسم بکنم خیلی باید دقیق صفر باشه، که زاویه صفر باشه که مثلا خط ترسیم بشه. همین که با استفاده از دستور زاویه هی بخوام صفر بدم، 180 بدم، 90 بدم، خب خیلی کند میکنه روند ترسیمو. برای این کار من میام F8م رو فعال میکنم. وقتی F8 رو فعال بکنم فقط در راستای عمودی و افقی من میتونم ترسیمات رو انجام بدم. اگر دقت بکنیم من نمیتونم کج بکنم. در واقع دستور F8 دستوری هستش که فقط عمودی و افقی ترسیم میشه. و اگر بخوام از این دستور خارج بشه F8 هم رو خاموش میکنه. میبینید که همه جا من میتونم کج و مستقیم ترسیماتم رو انجام بدم. خب ما با دستور لاین آشنا شدیم و با روند ترسیم با استفاده از مختصات ها یه آشنایتی پیدا کردیم و فهمیدیم که چجوری میتونیم ترسیماتمون رو چه زاویه داشته باشه، چه عمودی و افقی باشه، انجام بدیم. خب دستور بعدی که میخوام براتون بگم دستور سیرکل هستش. قبل از اینکه بریم سراغ این دستور، ما گفتیم که با دستور لاین آشنا شدیم. من این رو اجرا میکنم. خب بعدش برای مثال اصلا خارج میشم. من میخوام دوباره این دستور رو فعال کنم. به جای اینکه بیام تو نمار کامند لاین و این دستور رو فعال بکنم، با زدن اینتر میتونم دستور رو مجدد بیارم، یا با زدن اسپیس، یا میتونم کلیک راست بکنم، گزینه ریسنت اینپوت رو بزنم و دستور رو انتخاب بکنم، که این خودش روند رو کند میکنه. فقط میتونیم از روش اول که زدن اینتر بود، روش دوم که زدن اسپیس بود، برای آوردن دوباره دستور استفاده بکنم که سرعتمون رو زیادتر میکنه توی ترسیم. خب حالا میریم سراغ دستور سیرکل یا همون دایره. برای انجام این دستور ما از مخففش استفاده میکنیم که مخفف این دستور دستور سی هست. وقتی دستور سی رو میزنم میبینید که این دستور اجرا نمیشه و دستور کپی رو میاره. در واقع میاد این یکی از مشکلاتی هستش که به هنگام ریختن فونت ها ممکنه به وجود بیاد و یه سری مشکلات دیگه، که وقتی شما فونت رو میریزین خود نرم افزار فرض میکنه که این فونت ها بر اساس یک دستور میبینه و اون رو وارد دستورات قرار میده. من دستور، پس بدونید که مخفف سیرکل دستور سی هست که ما سی رو میزنیم، ولی چون سی اولی تداخل ایجاد کرده ما خودمون سیرکل رو وارد میکنیم، که این مشکلی وجود نداره. که برای رفع این مشکل میتونید شما فونتاتون رو پاک بکنید و مجدد بریزید، که ما در ادامه آموزشمون بهتون یاد خواهیم داد. حالا بریم سراغ دستور سیرکل یا همون دستور دایره، که برای اجرای این دستور ما به صورت دیفالت خود دستور میگه که یک نقطه ای رو به عنوان مرکز انتخاب بکن. برای مثال من
میتونم هم مختصاتی مرکز رو بدم، هم میتونم توی این فضا انتخاب بکنم که من یه جور انتخاب میکنم اینجا. که دستور بعدی میگه که خب شما مرکز رو انتخاب کردی، شعای این دایره رو انتخاب بکن یا بر اساس دیامتر که همون قطر دایره هسته شما این رو وارد بکن. که من میام حالا برای مثال قطر رو میزنم، خود دیفالت برنامه شعاش 20 بود و میتونم اون رو برای مثال که اگر شعاش 20 بوده وقتی روی قطر قرار میدین خودش شعا رو به صورت دیفالت 40 میکنه. میتونم شعا رو وارد بکنم برای مثال، مثلا شعاش رو 500 میدم و میبینید که دایره با قطر 500 در واقع شعا 250 ترسیم میشه. من دوباره دستور سی رو فعال میکنم. البته اگر دقت بکنین تو خود دستور سیرکل یک سری گزینه وجود داره که من الان بهش اشاره میکنم و باهاش ترسیم رو انجام میدیم. اولین گزینه، گزینه تری پوینتس هست، یعنی با استفاده از سه نقطه که این سه نقطه ای که انتخاب میشه میتونیم ما دایرمون رو رسم بکنیم. این سه نقطه از محیط این دایرمون میشه که من میتونم برای مثال اینجا رو انتخاب بکنم، اینجا رو انتخاب بکنم یا اینجا، که این دایره با زیاد از سه نقطه رسم میشه. اگر من چند تا برای مثال خط داشته باشم و بخوام دوباره با استفاده از سه نقطه رسم بکنم، برای مثال من میگم که این نقطه اینجا باشه یکی از نقاط محیطی دایره، یه دونش اینجا باشه یا برای مثال اینجا باشه، که اگر دقت بکنین دایره ما رسم میشه که این نقاطی که انتخاب کردیم روی محیط این دایره قرار داره. دوباره من دستور سیرکل رو فعال میکنم. گفته که با استفاده از دو نقطه، یعنی تو پوینتس، وقتی تو پوینتس رو فعال میکنم میبینید که میگه که اولین نقطه انتهای قطر دایره، در واقع این تو پوینتس یکی از ویژگیاش این هستش که در واقع میاد این دو نقطه که در نظر میگیره نقطه ابتدایی و انتهایی دایره رو در نظر میگیره، ابتدایی و انتهایی قطر دایره در نظر میگیره. خیلی عذر میخوام که الان من برای مثال اینجا رو به عنوان نقطه اول، که اگر دقت بکنید نگاه کنید این خطچینی که میبینید قطره دایره مورد نظرمونه و نقطه انتهایی قطر دایره برای مثال اینجاست که ترسیم رو انجام میده. دستور بعدی سیرکل که تی تی آر هست، در واقع میاد بر اساس اینکه دایره بر دو تا موضوع مماس میشه و ما میتونیم یک شعاع هم بهش بدیم، در واقع میاد میگه که اولین نقطه ای که روی شکل هست برای اولین مماس دایره رو انتخاب کنید. برای مثال من میگم که این خط مماس بشه بر دایره و این خط مماس بشه بر دایره. به صورت دیفالت خودش میگه که میتونم شعاع رو 982 خورده‌ای بگیرم، ولی من میام شعاع رو برای مثال 1000 میگیرم. وقتی که 1000 میگیرم میبینید که یک خطش مماس شده و قطعا روی این خط هم مماس شده. در واقع ما اگر این خط رو ادامه بدیم میبینید که این خط هم مماس بر دایره هستش.
یک گزینه توی گزینه های سیرکل وجود نداشت. در واقع ما سه تا گزینه توی سیرکل داشتیم. توی آیکون سیرکل اگر دقت کرده باشین یک گزینه دیگه هم وجود داره به اسم تی تی تی. در واقع میاد سه تا مماس پاسه برای این دایرهمون در نظر میگیره، میگه که با استفاده از سه تا مماس، یعنی سه تا موضوع مماس میشن بر دایره و میتونین شکلتون رو بکشین. که من این گزینه رو کلیک میکنم، میگم برای مثال این خط مماس باشه و این خط و این خط، که من این رو اگر پاکش بکنم و این نقطه رو ادامه بدم، در واقع اشتباه ادامه دادم، کنترل زد، میبینین که مماس واقع میشه. در واقع مماس میشه، شما اگر این خط رو به درستی ادامه بدین قطعا مماس انجام خواهد شد. خب پس ما با این دستورات سیرکل آشنا شدیم. اگر بخوام خیلی دقیق تر اشاره بکنم به موضوعاتی که تا الان یاد گرفتیم، یک تمرینی در نظر گرفتم به عنوان مثال. این تمرین رو میخواین انجام بدیم. در واقع میایم اولین شکلی که برای این ترسیم میکنیم شکل یک مربع هستش با طول و عرض 100، که من دوباره دستور L رو فعال میکنم. دستور L رو اگر فعال بکنم یه نقطه ای رو در نظر میگیرم، برای مثال چون نقطه ای رو نگفته، برای مثال من اینجا نظر میگیرم طول 100، یکم زوم کنم، من F8 هم روشن میکنم، 100 100 و 100، اینتر رو میزنم تا از دستور خارج بشه. حالا میام این لوزی که از وسط ازلا عبور کرده، در واقع گوشه های این لوزی روی وسط ازلای مربع هستش، دوباره دستور رو فعال میکنم، وسطش رو پیدا میکنم، F8 رو خاموش میکنم، دوباره وسطش، و به این صورت. حالا من میخوام دایره هایی به مرکز گوشه های این مربع و مماس بر این رسم بکنم، که اگر بخوام این کار رو انجام بدم میام دوباره دستور سیرکل به مرکز این و مماس بر این، دوباره دستور رو فعال میکنم، با زدن اینتر دستور فعال میشه. میبینیم که دایره های ما هم رسم شد و آخرین ترسیم که وجود داره این دایره به شعاع 20 هستش. در واقع من میام یه L رو مشخص میکنم و دستور سیرکل وسط این خط و به شعاع 20، اینتر رو میزنم، خط رو پاک میکنم و ترسیممون انجام میشه. میتونستیم اینجا خودش گفته که شعاعمون 35 هستش و ما میتونیم 35 مای 35 ما میتونیم شعاعمون رو بر اساس شعاع بدیم این دایره همون رو، به جای اینکه بگیم که مثلا این مماس بر وسط این خط لوزیمون هست. خب امیدوارم که از این جلسه خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه.
یادتون باشه که همیشه سرعت داشته باشیم توی ترسیماتتون تا جلسه آینده و یک آموزش دیگه. خدا نگهدار.